مرد استفاده جوی اندی که توسط دو همسرش در مقابل مردم هام مورد لطکوب قرار گرفت. طبق گزارش ها او نه تنها با آنها رفتار بدی نکرده بلکه در جستجوی همسر سوم نیز بوده است. پس برای دانستن بیشتر در رابطه با این مرد لط خورده با ما باشید و قبل از آن کانال خوشبو تیوی را سابسکرایب کرده و همچنان زنگ کانال را هم نیز فشار بدهید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه باشید. سلام بینندگان نهایت گرامی، باز هم با یک خبر تازه و جالب ما را همراهی کنید. یک مرد 26 ساله ایندی توسط دو همسرش در مقابل عام مورد ضرب و شتم قرار گرفت و هنگامی که مردم عام شنیدند که وای سعی دارد بار سوم ازدواج کند، آنها هم شروع به زدن این مرد کردند. این مرد که یک کارمند بخش خصوصی هست در سال 2016 با پریاد درشنی یک دختر هندی ازدواج کرد، اما خیلی زود پس از عروسی او شروع به رفتار بد با خانمش کرد تا بالاخره خانمش تمام رفتارهای بد شوهرش را به والدین او در میان گذاشت. اما آنها قسم برخورد کردند که هیچ کاری نشده است و اصلا ناراحت نشدند. بنابراین او به پلیس علیه شوهرش شکایت کرد و به خانه پدر و مادرش در شهر تیروپور اند برگشت. بعد از رفتن همسر اولش، این مرد شروع به جستجوی همسر دوم در وبسایت زناشویی کرد. در ماه اپریل 2019 با پنهان کردن اولین ازدواج خود، این مرد با آنوپریا، یک خانم طلاق شده که یک پسر 2 ساله داشت، ازدواج کرد. دقیقاً 2 ماه بعد این مرد باز هم شروع به بدرفتاری با خانم دوم خود کرد که وی نتوانست شکنجه های او را تحمل کند. او هم خانه را رها کرده و به خانه والدینش در شهر کارور بازگشت. باز هم این مرد تنها ماند چون که همسر دومش خیلی زود رفت. وی دوباره شروع به جستجوی همسر سوم در یک سایت زناشویی کرد. بعد از اینکه خانم اولش و خانم دومش در این باره فهمیدن، آنها به شرکتی که این مرد در آن مشغول کار بود رفتن و خواستار ارسال وای شدن. این شرکت از اعتراض جلب توجه مردم به این مرد و دو زنش در اعتراض به جلب دروازه نشسته و در نتیجه ورود پلیس خبر دادند. بستگان این دو زن نیز به اعتراض پیوستند. پلیس از این مرد و دو همسرش خواست تا به استادگاه بیایند. اما وقتی این مرد از دروازه شرکت بیرون آمد، دو همسرش او را به لرزه درآورد و تا توانستند او را مورد لطکوب قرار دادند و بعداً در کلانتری آنها به دلیل تقلب در آنها و همچنین برای سومین بار سعی در ازدواج با شکایت علیه این مرد شکایت کردند. از این بعد قانون با این مرد چی خواهد کرد معلوم نیست. خب من تنها نظری خود را در این رابطه دارم که با این نوع اشخاص طوری رفتار شود که خود ایشان از خداوند مرگ طلب کنند، ولی خدا برای ایشان مرگ هم نصیب نکند. مردهای خودخواه و بیغیرت فدای مردهای با احساس و با وجدان شوند. مردی که به مادر و خواهر خود احترام نداشته باشد، دقیقاً به همسر خود نیز احترام نمیگذارد. اگر شما هم با من هم نظر هستید، پس در کامنت نظر خود را بنویسید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.